جنگ گرگ‌ها در باتلاق بحران‌های سرنگونی. زون‌نوری خطاب به روحانی. خامنه‌ای باید دستور دهد 1000 بار شما را اعدام کنند تا دل مردم راضی شود. خبرگزاری رسمی رژیم خطاب به زون‌نوری. چنانچه مجازات مسئولان در دستور کار قرار گیرد، نوبت بسیاری از آنها از روحانی جلوتر است. به دنبال توییت آخوند زون‌نوری، رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس رژیم، خطاب به رئیس جمهور ارتجاع که نوشته بود اکثریت قاطع به کمتر از عزل و مجازات شما راضی نمی شود. با منطق شما خامنه ای باید دستور دهد 1000 بار شما را اعدام کنند تا دل مردم راضی شود. رسانه های باند روحانی با عناوینی نظیر ادعای موهن، اظهارات ساختار شکنانه، پیام خشونت آمیز و توییت تهدید آمیز آن را منعکس کردند و خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا که دست دولت روحانی است با عنوان اشتباهات توییتری نماینده عصبانی افسود این ادعا که خامنه ای می توانند برخلاف نص قانون اساسی حکم اعدام صادر کنند ارائه تصویری خلاف واقع از جایگاه او و ایجاد کننده این تصور است که او چنین رفتارها و تمایلاتی دارد. به نظر می رسد چنانچه مجازات مسئولان در دستور کار قرار گیرد نوبت بسیاری از آنها از روحانی جلوتر است. شاید زون‌نور تا زمان نگارش و انتشار این یادداشت باز هم مانند آن زمان که به سبب تندی علیه احمدی نژاد تذکری شنید سرزنش شده باشد. حسام الدین آشنا مشاور آخوند روحانی در واکنش به حرفهای زون‌نوری نوشت فحاشی او را نه دانشمندتر می کند و نه نورانی تر. حمله به رئیس جمهور ولایت در جمعه بازارهای خامنه ای. نمیتونید مدیریت کنید، بعد بگید آقای مشکلات مال تحریم اقتصادیه، بریم با دشمن بسازیم، دست به دست دشمن بدیم، اونم برای که یه شاهدی از نظر دینی برای خودتون پیدا کنید، بیاید تاریخ اسلام رو تحریف کنید. بگید امام حسن گفت شما یه اقلیتید، اکثریت میگن صلح. کجای تاریخ امام حسن هم چیزی نوشته شده؟ یه خطر ما امروز ما رو تهدید میکند و همون خطری که به سر امام حسن آورد خیانت خواص بود. ارسوها به خاطر اینکه دستگاه محاسباتیشون برهم میخورند نباید از عقلانیت حرف بزنند و نباید در مصدر تصمیم سازی و تصمیم گیری قرار بگیرند. ترسوها ایشون به درستی به این نکته اشاره فرمودن که ما قوانین و مصوبات خوبی داریم. در حال حاضر مهمتر از مصوبات خوب مجریان جهادی و مجریان کاربلد و مؤمن و حزب اللهی است که اینا میتونن کارساز باشن. این سخنان ما رو به نوعی به سمت توقع به گزینش کاندیداهای انقلابی و مؤمن و حزب اللهی برای انتخابات آینده سوق می‌دهد که ما دنبال افراد جوان حزب اللهی انقلابی باشیم.